داری از هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشورمون، تقابل تیم‌های استقلال تهران و آلومینیوم عراق، جدال تیم‌های دوم و چهارم جدول رده‌بندی که قطعاً می‌تونه رقابت جذاب و پرگلی هم از آب در بیاد. روز به چشمی سعی دارن که تو همین دقایق ابتدایی با حملات همه جانبه خودشون دروازه حریف رو باز بکنن. شاگردان نکونام بعدید موفق هستن یا نه. محمدی ارسال کوتاهش، فرصت هست برای استقلال. تعادلش تو محوطه جریمه بر هم خورد، داور بازی رو ادامه میده. این لحظه برخورد مرداد محمدی بود با مدافع آلومینیوم بهروز نوروزی فرد که داور بازی رو ادامه داد. آرش رضاوند توپ گیری میکنه، هافک خیلی خوبی بوده این فصل برای استقلال. رمضانی به دنبال توپ حرکت کرد ولی به توپ نرسید. حالا جلالی از این موقعیت استفاده میکنه، دوباره آرمان رمضانی ضربش رو میزنه و یک عکس‌العمل خوب از خلیفه یامگا. توپ رو از بالای دروازه به بیرون فرستاد. بازیکنی که خیلی وقته برای استقلال موفق به گلزنی نشد، اینجا صاحب توپ شد و با این ضربه روپا سنگین مورد هدف قرار داد دروازه آلومینیوم رو که محمد خلیفه جوان. مهری توپ گیری خوبی داشت ولی باز هم پاس بازیکنان استقلال دقت لازم رو نداشت. اشتباه یا فرصت برخورد آرمان رمضانی با محمد خلیفه و کارت زرد برای مهاجم استقلال. مدافعین آلومینیوم توپ رو برمیگردونن، مهری حالا او ضربش رو میزنه و یه بار دیگه جایگیری مناسب از محمد خلیفه. فعلا راه ها بسته هست. پاس بلنده مرادمند برای جلالی، چقدر خوب بود این پاس. فرصت برای ابوالفضل جلالی و تک به تک شدن او با دروازه‌بان که از راه رسید مدافع آلومینیوم و توپ رو به بیرون زد. داور حالا به بازیکن آلومینیوم هم کارت زرد نشون داد. استقلال در 24مین دقیقه مسابقه ارسال لطفی روی دروازه، یه ضربه سر توپ روی هوا هست و حسینی توپ در اختیار گرفت. زد سمت چپ، یه پاس خوب برای مرتضی تبریزی، آفساید هم نیست. فرصت برای آلومینیوم، یه ارسال به روی دروازه و ضربه سر رو به خوبی میزنه سهرابیان و در ادامه چشمیه که توپ رو به کورنر فرستاد. تو اون رفته مرداد محمدی، پاس برای خود محمدی روی پای چپش تو سر توپ این بازیکن، موقعیت برای استقلال و مرداد محمدی که یه پا دو پا میزنه بین دو تا بازیکن، توپ در اختیار داره، ارسال به مقابل دروازه. تکنیک بالایی داره این بازیکن، این حرکتش خیلی زیبا بود، از بین چند بازیکن عبور کرد و نهایتا ارسالی که با اصابت به پای مدافع آلومینیوم به بیرون رفت و کورنر برای استقلال. این بار کوتاه کار میکنن، مهری فریب داد یار حریف رو با پای چپ میفرسته روی دروازه، یه ضربه سر، حالا گل، گل برای استقلال به دست میاد. حرکت زیبای مهری، ارسالش به روی دروازه، خروج اشتباه است محمد خلیفه و ضربه سر آرمان رمضانی، مهاجم بلند بالای استقلال بین مدافعین آلومینیوم دروازه رو باز میکنه. یک بر صفر به سود آبیای پایتخت. پاس رو به بیرون برای محمدی، ارسال دیگه روی دروازه، این ارسال مهراد محمدی بود روی دروازه. فرصت ارسال برای استقلال، سهرابیان، پاس برای محمدی، موقعیت برای استقلال میتونه به وجود بیاد. مهداد محمدی، مهدی پور اضافه شد و میبرم به سمت چپ. جلالی فرصت ارسال روی دروازه میفرسته بلند، رمضانی ضربه سر و توپی که از بالای دروازه به بیرون میره. توپو برمیگردونه موسوی، یکیت عجیب و غریب از آرمین سهرابیان. اینجا بلند شد و به جای ضربه سر اسپک زد آرمین سهرابیان و جالبه که آقای مهدوی کارت زرد هم نشون نداد به مدافع استقلال، به همین مثلا معترضن. چشمی به خوبی توپو برمیگردونه، ضد حمله برای استقلال میتونه شکل بگیره. مهداد محمدی، خطا اعلام نشده، محمدی میره تک به تک میشه و دروازه‌بان مهداد محمدی، پاس برای بلانکو و چه موقعیتی هدر رفت برای استقلال. اینجا مهداد محمدی صاحب توپ شد، تک به تک با دروازه‌بان، پاسش اصلا خوب نبود، خودش میتونست ضربه رو بزنه ولی خب در اندیشه دادن یه پاس گل بود برای بلانکو. چه اشتباهی رو کردن بازیکن‌های آلومینیوم، ارسال روی دروازه و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. احسان قهاری از اون سمت به بیرون رفت. یه بار دیگه با هم ببینیم
این ارسالی که اومد روی دروازه تو با پای بازیکن آلمینام هم اصابت داشت، اینجا کاملا مشخص بود به بیرون رفت ولی داور ضربه دروازه گرفت. حالا ضد حمله تبریزی، خطا و یه درگیری بین مرادمند و مرتضی تبریزی، اونجا مقدار درگیری شدید شده بین بازیکنان دو تیم، مرادمند روی زمین افتاد، کاملا دیگه شلوغ شد و همه بازیکنان دو تیم اونجا حضور دارن. آقای سامر هم میاد و دخالت میکنه، آقای زرگر هم هست، آقای حسین هم خودش وارد زمین شد تا به این قائل خاتمه بدن. قصدش بیشتر دفع توپ تا اینکه بخواد ارسال پاس داشته باشه. باز هم آقای مهدوی سوت میزنه، کارت زرد دوم برای مرادمند و او اخراج شد. نگاه همراه با بهت محمد حسین مرادمند و کارت قرمزی که گرفت و باید از زمین مسابقه بیرون بره. آقای مهدوی، محمد حسین مرادمندی که ظاهرا قصد خروج از زمین مسابقه را هم نداره. کاملا معترضن بازیکنان استقلال. اینجا با هم ببینیم رفت توی برخورد رو داشت با مرتضی تبریزی و آقای مهدوی، خاطر این خطا کارت زرد دوم رو به مرادمند نشون داد و او رو از بازی اخراج کرد و حالا باید مرادمند از زمین بازی بیرون بره.